خیلی خوب آقا، بس دیگه کار داریم. یه دقیقه دیگه. یه نوک هست آماده پردیز، من بنویسم چشم. یه دقیقه. آقا میگم بسه، وقت تمومه دیگه. آقا برگه های اعتراف بالا، بالا، میگم بالا. آقا من اسمو ننوشتم، اجازه. من برگه شما رو دیگه نمیگیرم. جون مادرت، اسمم ننوشتم. بپرد. آقای یساری بزرگ، واقعا فکر میکنین پسرتون تو این پرونده بیگناهه؟ یک بیگناه، یک قربانی کامل، فریب خورده و رها شده. ولی تا اونجایی که ما میدونیم مغز متفکر این ماجرا ایشون بوده. مغز متفکر؟ این سروشون من بزرگ کرده میوست بابش نمیچسبه. چطور؟ آه این آی شوستر حد چی بگم؟ جلبکه. تا 11 سالگی بهش پوشک میبستیم، 13 سالگی به حرف اومده. مغز متفکر؟ باشت جسارتا چیزی میتونم پدر جم میشه شما از من دفاع نکنید؟ اگه میشه من همین الان برگردید سلول. آقا وظیفه هر پدری تو شرایط سخت از پدرش دفاع کنه. بذارید من بگم که این چه اسکل گاگولیه که اقدر نگین مغز متفکر، مغز متفکر باورش میشه. هی به نافش نبندین مغز متفکر. آقا منو اعدام بکنن من راحت تر از این حمایت های شما نمیخوام از من حمایت کنید پدر جان. باید تو دفاع کنم حمایت کنم در لحظات سخت تو پسرم. شخصیت مون دیگه بر من. پاشو بارو سلولت، ولی اگر یه بار دیگه رو در دیوار سلولت بنویسی لیلی لیلی بقیه محکومیت تو باید تو گونی بگذارنی. چشم دارم برو. پسرم خیلی خوب آقای یساری، برای امروز دیگه وقت تمومه. بفرمایید. چی تمومه آقا؟ بذارید من تازه از وضع تحصیلش بگم. نمیدونم غریبه باشم توی آینه چشما تو بکن که من بسازم مثل شم. ماشالله 4 ساعت ما اینجا کاشتی ها. پول چی شد؟ بابا از صبح دنبال جور کردن پولم. مگه علف خرسه؟ به 1000 نفر رو انداختم تا تونستم جورش کنم. جور کردی؟ ببینم. بابا دست در نکنه، کار درسته. بریم کجا؟ استودیو. ببین یه کار واسهت میبندم که یه ساعت بعد که اومد بیرون همه تو ماشیناسون دوپس 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 آهنگتو گوش بدن. بچه معروف، گفتم من تو رو جای بد نمیارم، کیف کن. بفرم. گفتی پول آوردی؟ آره نقده. شما هم نقد دیگه، ما نسیه کار نمی کنیم. خیلی خوب، یه لحظه اجازه بدیم. بیشعور، من یه بار اونجا گفتی پول آوردم هیچی بهت نگفتم، الانم باز گفتی. من بخوام بگم پول آوردیم خودم داد میزنم، چیزی نگو. ببخشید آقا بهنام نیستش خودش، من یه توافقاتی باش کردم. پتک تو برو یه چایی بریز بخور و گلو تازه شه. برو پتک. نه پرهامم. دکی بابا میدونم پرهامی، تو چرا تو باغ نیستی؟ یه رپر باید واسه خوش اسم مستعار داشته باشه. پتک اسم مستعار خیلی اسم خوبیه. آفرین رفیقای بهنام هم مثل خودش پرچم ما رو بردن بالا. آفرین. آقا یه سوالی، پتک یعنی چی؟ الان برات میگم. ببین پتک میزنه دیوار خراب میکنه، میزنه میشکونه. صدای تو هم باید اینطوری باشه، باید بشکونه مثل پتک باشه. اوه پتک دوست داریم، پتکی دوست داریم، پتکک دوست داریم، پتکی دوست داریم. قابلی نداره، اینم هدیه ما با آقا پرهامه. آقا دمتون گرم. پتکی دوست داریم، قابل شما رو نداره. پتکی دوست داریم، پتکی، پتکی، اوه، پتکی. آقا داداش ببخشید، پولو برای چی دادی؟ آقا من یه دقیقه کارتون داشتم. ببخشید داداش، سهم من رد کن بیاد. کدوم سهم؟ چه سهمی؟ من با بهنام تی کرده بودم سهم من از این پولو بده به من. نه سهمی نیست، هیچ سهمی نیست. من ختمم خودم. ببین داداش تو اگه ختمی من 47 سالم. برو با همون که تی کردی از همون بگیر. پول منو میدی حالتو بگیرم. ببین
شانس آوردی گوشتو نبریدم که پیش اون رفیق دابرود بره. باره بابا فهمیدی؟ ببین داداش، پس من میرم داخل استودیو که شما ضبط صدا رو آغاز کنین. آفرین. پرویز خیلی دوره؟ عزیزم ماشین رو برمیداریم میبریم. 4 حلقه لاستیک نو خریدم، 5 زیرش انداختم، یک سیستمی هم نصب کردم روش. توب ببین صدا میکنه دیپس 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 اوپ اوه یک حاضر میده، باور کن اصلا. آره بعد میبرم اونجا، اونجا که رفتیم تو پایین قله بشین، متوجه ای؟ تا تو چای درست کنی من ناشتایی میدم قله رو فتح میکنم، دوام وندو زود برمیگردم میام پایین. اخلاق همینه که ناشتایی قله رو فتح کنم. انشالله سال دیگه میریم از همون رشته کوههای ارباز حرکت میکنیم، رشته کوههای زاگرس هم میزنیم، سر از بندرعباس در میاریم. با سوسن خانم هم زیاد میری؟ سوسن خانم بابا جان، سوسن خانم تو چه متفجه نیستی؟ سوسن خانم تو همین آلاچیق خونه خودمون 2-3 بار رفتیم نهار بخوریم، وسط راه خسته شده برگشته. این همین کارا رو کرد که میگه من مجبور شدم زن دوم اختیار کنم. میدونی چرا؟ اوه سوسن خانم غلط کردم. بودو دیگه اینجوری تا زورم نمیرسی بودو. سوسن خانم دقت بفرمی، من منظورم از دل طبیعت تا جای ماشین رو بود. باور کن الان دیگه حالت بکش بیا بالا، یه ساعت داری اینجا قل میخوری. آقا نمیتونم. بیا بالا. نگاه به جان خودم، سه دونگو مرداری با نامت میزنم. کاری پایم. نداره بودو دیگه. سوزن خانم من تنبل دارم میخزم، من نمیتونم بودو. به این شکل نگاه. اوف اوف نمیکشم. اوف پرویز بودو. پرویز بودو بابا من رسیدم. خدایا کمکم کن. آخ آخ آخ، حیف 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 حیف. اشکال نداره، همون جای ماشین هز میکنم اونجا وای میسیم. آره ببین، تا بهت میزدم یا یک تک چیزی من اوکی کردم بعد. آقا چرا بنده؟ خب آخه این همه پیشکسوت تو عرصه مرغ، چرا بنده؟ چشم چشم چشم، حتما رو چشما میرسم خدمتون جناب مدیر عامل قسمت مرغ. ممنونم. سلام عسکرتن. سلام علیکم، صبحتون بخیر. بخور بخیر، خیر باشه صبح به این زودی. ممنونم، متشکرم. میگم که آی دوتا توفیق اجباری نصیب ما شد که یک صبح دیگه ما شما رو ببینیم. حرف و نپیچون. آقا باور بفرماید، اینو واقعیت دارم میگم، تمام سنگینی این بار صنعت مرغ افراده دو دوش نحیف و بنده. هر جا که دیگه در مورد مرغ صحبت میشه من باید بیام جلو. الان یک خط جدید جوجه کشی ما راه انداختیم که اسمش هم گذاشتیم جوجو. چی؟ جوجو اسم خط جدید جوجه کشیه. خیلی خودتو غرق کار کردی ها، اصلا خوب نیست. به جای اینو یه ذره به فکر بچت باش. خانم من عذر میخوام در این زمینه سوسن خانم، من احترام که برای شما قائلم، برای شما خواهش میکنم دخالت نفرمایید. به دلیل اینکه این بچه اگر فکر کرده که من پولمو میخوام برم تو حلقه این بریزم که این پاشو بره اونجا قارقار رو بندازه و جیغ جیغ کنه، اینو کور خونده. فهمیدین یا نه؟ پولی که صبح رفت تهیه کنه، نمیدونم اسپانسر پیدا کرده، تهیه کننده چیزی. چی؟ بله آبر بانک همه نزده، آبر بانک همه زده به جان خودم. نه آبر بانک همه نزده. یک کار دیگه، بچه من دست به جیب تو نمیزنه. خانم من یک پیشنهادی دارم، باور کن جلو دایی شد نمیخواستم بگم، دیگران رو میکنم چون یادی آدم چیزی هست میده به همه میگه. من نظرم اینه که اگه موافق باشی این بچه رو ما بدیم بهزیستی بزرگش کنه. ما دیگه از عهده تربیتی ساقتی ما. این نظرها چیه میده؟ این حرفا چیه میزنی؟ مرد به این گندگی رو بگیم بهزیستی؟ بابا نکن این کارا رو. آخرش تمام ترس من اینه که این بچه معتاد بشه. هی بابا معتاد بشه، معتاد. آقا معتاد بشه بالاتر از سیاهی که رنگی نیست، از دوز بودن که بهتره که معتاد بشه. آها. من باور کنید پری روز بخون چی نوشته؟ پسری معتاد پدر خفن و پولدار خود را به طرز فجیع کشت. اوف. دیدی؟ بلش کنم این مطبوعات زیاد، شما بخونین آر بشین صبونتو بخون. قد بلندی هم داره ممکنه من خفه کن. من صبونه نمیخوام، صبونه نمیخوام. من برم بشینم تلویزیون خود نگاه کنم، دیجیتال هم دیجیتال هست، یه خود لحظات مفرحی برای خودم ایجاد کنم. صبونتو بخون. نه آقا من صبونه مرگی بخورم، اینه که خونده اصلا حالم خراب شد.
صبونه بخور. تو بخور صبونه. برم بزنم کانال تلویزیون رو حال کنم با این مطبوعات رو علکی میگن. به گزارش خبرنگار ما، این جوان پس از کشتن پدرش از محل حادثه گریخت ولی توسط نیروهای انتظامی دستگیر شد. اصلا من نمیدونم چرا تو همه کانال ها قربانی ها پدرهای هن. چرا یک دفعه مادر قربانی نمیشه، یک دفعه دایی قربانی نمیشه، همش من باید قربانی شم. یه بچه منو میکشه، خون سوراخ‌سنبه زیاد داره، جای منو گیر میاره خفه میکنه. اصلا این خونه جای موندن من نیست، بهتره برم از این خونه بیرون. اصلا کلا تضعیف روحیه شدم، فاتحه روحیه هم خونده شد. بچه خیر نبینی تو، بچه بلند بی خود. امیدوارم لنگی تو رو من ببینم، یک لنگی بشه. خجالت بکش پرویز. کدوم پدری بچهشو نفرین میکنه؟ آقا جان این چه تبابتی هست آخه؟ چرا یخ رو کله من گذاشتی رو اینجا آب داغ گذاشتی؟ داداشه تو داشت بی خود کرد که گفت. آقا شلوغت نکن، قصد کشتن منو داره برادر تو. شلوغت نکن، اینو بندازم اینو اینجا قبله زد، اینجا منقبض رفت. من میخواستم صحبت کنم با صدای جیگ جیگی خونه رو ترک کنم، بازده جیغ جیغ و خار خار ترک کردم. من جواب او پروژه نیمه کاره که صبح عرض کردم و چی بدم که کنار خیابون پروژه جوجو همجو وله. آقا پروژه جوجو من سرپرستی میکنم، من خود کمک میشم، من اداره میکنم. ساکت باش، از جلو چشمام دهن تو جمع کن. اینجا فقط کی هستی تو؟ با چاقو بزنم سیارگ تو و بعد چی میگی؟ چی میگی؟ مویرگاتو میکنم میجوام من. آقا چرا؟ من کمکت کنم. نمیخوام، اصلا نمیخوام صحبت کنی در این مورد. این کارا چیه میکنی؟ همش کار کار، پروژه پروژه. بس کن دیگه پرویز، خستم کردی. فکر کن یه توفیق اجباریه، یه روز میتونی خونه بمونی و استراحت کنی، یه روز به ما برسی. اصلا من خودم الان زنگ میزنم به این پروژه جوجو، جای تو هم عذرخواهی میکنم که خیال چی؟ بده با من ببینم پروژه چی زنگ میزنی شما؟ بازمونه که شما به چی زنگ؟ من شما منظورم اینه که شما خودم زنگ میزنم. از اول خیلی حرکت زش بود، یعنی واقعا به من نخور. نه سوسن خانم، اصلا بابا سوسن میسوسن. سوسن ابرو کمو گوش کنید، من حرف منو گوش کنید. من منظورم اینه که شما زن پرویز ماکیان با این شخصیتتون، شما باید برید مثلا زنگ بزنید از مردم عذرخواهی کنن. بی خود کردن اصلا. واسه این گفتی؟ بله واسه این گفتم. اصلا من الان خودم زنگ میزنم بهش، میگم به تو چه که زنگ زدی؟ بی خود کردی که زنگ زدی. آفرین، خاک بر سر شدی. چی شد؟ صاحب پروژه است. بخون بگو بهش. چی بگم صاحب پروژه است؟ بخوای ریجکتش کنم؟ نه بابا دوباره میگیره. بخوای که دایورتش کنم مثلا؟ نه آقا جواب بده خانم، همه حفره بزن. گفتم که میگم دیگه بخواه نگم بشه. آقا مگه خودت نگفتی تلفن میزنم میگم خوب کردم نایمدم؟ خب بگو چرا غلطی کردم. الو، چرا نایمدی پس؟ با تو چه که نایمدم؟ آفری، خوب کاری کردم که نایمدم. وا چه رویی داری، طلبکارم هستی؟ آقا ازم شما موقعیت منو نمیفهمی الان مثل این که دست شما درد نکنه آقا پرویز، ما نفهمم شدیم. چی شد پرویز؟ چی شد؟ خب صبور، برای مشکل شبکه چه فکری کردی؟ مشکل شبکه؟ ببین اینجا ما مشکل زیاد داریم به هر حال، ولی مشکلات رو درجه بندی کردیم. یکی از مشکلات بزرگی که الان داریم پایین بودن بار فرهنگی و علمی برنامه ماست. به هر حال ما باید به سلیقه مخاطب احترام بذاریم. دادی اینی که گفتین الان چی از اون وقت؟ ببین مثلا همین شیلا
تو برنامه دیشبش داره چی یاد مردم میده اصلا معلوم هست؟ میگه کاکوتی و شاتره و ساقه خارشوتو رو با روغن اردقاتی کنیم بمالیم به موی شوهرتون که زندگیتون مکدر بشه. خب این یعنی چی؟ هپینس. نه 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 این ترویج خرافاته بابا، یه تقویم رو نگاه بکن ببین تو چه عصری زندگی میکنیم. بعد تو قلب تمدن اینجا که ما زندگی میکنیم از این آتشخالا پیدا میشه؟ چرا پیدا میشه؟ دو تا چهار پایینتر کنار اون مغازه لوازم کشاورزیه، جنساش هم خیلی خوبه. متاسفم آقا، به نظر من که اصلا خیلی برنامه چیپی بود. ما باید سطح سلیقه بینندمون رو بالا ببریم. الو. آه سلام شوشو، حال چطوره؟ آره برنامه شیلا که واقعا بی نظیره، من همیشه جواب میگیرم. نه تو خونه است. آره یادداشت کردم. بذار از صبور بپرسم. صبور، کاکوتی و شاتره رو با چی مخلوط میکردن؟ با من یه سطح دارم اینجا از جلوگیری از ترویج خرافات و بالا بردن سطح سلیقه اینا صحبت کن. شما دنبال کاکوتی شاتره میگردی؟ این زن همون کارخونه داره است که میخواد قرارداد سنگین اسپانسری بیاره. شوشو آن این شوشوه که قراره اسپانسری یا اون شوهر. ببین کاکوتی و شاتره با ساقه خارشوتو اگر هم نبودش بگو که با رزماری هم جواب میده. شما چرا چایی آوردی؟ بیادر مجدید میگه من خستم، خودت چایی رو بردار ببر. دیدم تا دم در چجور داشت التماس خواهش میکرد. دیدی؟ بفرمید خواهش میکرد. بفرمید. ایش شدم خیس آقای سروش اون برگارو. این مجدی کجا گذاشته رفته؟ قند نذاشته. نه لازم نکرد. مجدی قند عجب بساطی ها. بفرم قانون بفرم. آره چی شد؟ الان شما این وسط باید بیایی میز تمیز کنی. آره آره قربان. چی؟ برو بیرون. همین؟ آره ای. برو دیگه. خب از اول این گفتی. از پرسش برای من که اگر نبودین در مجدی بود کجا؟ ها؟ گفتم شعر. وای وای چه جمله زیبایی. ببخشید لیلی خانم، من اجازه دارم این جمله زیبای شما رو در صفحه شخصیم به اشتراک بذارم. جناب صبور، فکر میکنید این جمله زیبای لیلی خانم چند تا لایک داره؟ نمیدونم چند تا لایک داره، ولی شما رو سه که بیرون صدا میکنم. نه من هستم. نه بفرمون بیرون. آم ببینید من مادرزادی، قیافم یه ذره حالت بیرون روی داره ولی من داخلم کلن. میدونم باید بری بیرون الان. بفرمایید بیرون. میخواید یک کلمه حرف خصوصی بزنیم. خلو خلو دیوون از چی کار کنم؟ این چیه؟ این یادگاریه. یادگاریه اولین باریه که من دو خانم رو دیدم. وای وای میفهممت. عاشقیه بد دردیه. دیدی؟ تو قبلا عاشق شدی؟ نه بابا، من که تو وقت عاشقی ندارم. کار دارم مثلا عاشقی و اینا. نه پس چی رو میفهمی؟ میگی میفهمم. چی رو میفهمی؟ میفهمم. نفهم، برو به کارت بره. میفهمم. نمیخوام بفهمی، برو به کارت بره. یه عشق دیگه بابا. مزلفی کیس بریده بد سیبی. بلند میشم بلند میشم آقا، آقا اونو بزن زمین. اونو بزن. نکن نه نه بیا مثل این ندید بدی دار چیه سر یه چون میپری بادم. لیلی خانم نرفتن؟ مگه من فضولی شبکم که همه این پرسی؟ بله بله بله. آره رفتم.
دیگری جمع به دوست طرف گیره حالا گسته شو نخور این جیرانی که من چطوری نه تو ماده این صبوریه میشه چطوری میگی؟ آره بابا تو قبلا نشون دادی که چه آدم فرصت طلب موزی هستی که از هیچ راه کثیفی هم برای رسیدن به اهداف دریغ نداری پس به خواستت میرسی دم شما گرم ببین من فقط دقیق متوجه نشدم الان شما اومدی به من حال دادی از من تعریف کردی یا اومدی گند زدی به کلام من اینو دقیق متوجه نشدم من دقیق متوجه نشدم اینو بعدم بهم بگو من نفهمیدم اینو دقیق تو هم نمیفهمی تو هیچ چیده حالا دکار حالا کجا داری میری الان واسه تو میذارم بهتره که چش پس و چش نخوری ببین من میدونستم پرویز میدونستم که خون بابات تو رگای این بچه ای من جریان داره کجایی آقا جون کجایی ببینی که نمد یه خواننده معروف شده سرم شد میگم سیسان خانم بله ابرو کمون بله چش مسئله منظورم اینه که اولا که بچه چشمی نیست اصلا کلا نگه در جریان باش دو منم امیدوارم ایشالا همون چشمو بخوره که سخت چه اگر این بمیره خوشون زبونتو گاز بگی لباس میشه زبونتو گاز بگی فرهام جونم کی کنسرتت ماما ماما میدونی من خودم برنامه اینه که اگه بتونم بابا بدبخت شدی چرا؟ چون من تمام بلیطای کنسرت این آقا رو بخری و راه بری بدی به مردم که برم مجانی ببینم ببین برو خودتو مسخره کن بذار من فردا مجوز بگیرم بعد کنسرت بدم بعد اون وقت به دوستات میگی که این پتک داداش منه با افتخار میگی بعد من بهت امضا نمیدم آره پتک پتک دیگه چیه؟ شما نمیدونید پتک اسم مستعار همین خواننده‌های معروف واسه خودشون یه اسم مستعار دارن کلی امتیازشو میخرن پتکم شد اس این همه ابزار دلیلی کلنگی والا به خدا به توش بیشتر میاد آوان میزد پت آدم خجالت میکشه پتک بابا آقا این ول کن انقدر هر هر نخن دختر تو زشته یک دختر دیویست سن انقدر هر هر میخنده آقا اینو بسار دیگه ببینم چیه داره خونده این هشت میلیون تومان پول لاستیکا رو رفتیم دادیم به بدبختی بذار اون دست در پتک لاکر دار بذار این سیدی رو اومد گوش کن آقا جون بهتون قول میدم که پولتون حروم نشده گوش کن حالا جستم و بستم و یک جا نشستم دیگه شدم خسته بعدش نشستم من میخوام واسه رب بخونم میخوام اینجا واسه تو یه جا ببونم میشینم و خستم و خستم و جستم حالا جستم و بستم و یک جا نشستم دیگه شدم خسته بعدش نشستم من میخوام واسه رب بخونم میخوام اینجا واسه تو یه جا ببونم میشینم و خستم و خستم و جستم دیگه جستم و دستم و بستم و خستم بعد شدم خسته یک جا نشستم خستم و جستم و جستم و جستم خاموش کن اینا هنو تموم نشده تموم نشه که نشه چیه گرفتی خوندی داری با آبروی من بازی میکنی من این واسه من هشت میلیون پول لاستیکای منو تو رفتی یعنی سال ها دوزه دیش نگفتم زشت داری به پدر میشه بسخونه گرفتی نه اینجوری من به عشق شما خوندم به عشق پدر و مادرت برو بخون چرا به عشق من بخونی این همه پدر توی دنیا بهش پدر چیز افتاد پدر میکنه نخواسته نخواه جمعش کنه اصلا ما میبینی همیشه میزنه تو زقم و همیشه سرکوف میزنه همه بابا هوای بچه هاشون دارن این همیشه سرکوف میزنه تو قصه نخور تو قصه نخور عزیزم صدای به این خوبی صدات خیلی هم قشنگه بابات زبونش فقط تلخه آره تو صداش خیلی قشنگه آره چون از نظر مادر کلاغم کلاغ بهتری صدای دنیا رو داره مادر کلاغ؟ بله من؟ سوزن خانم کلاغه؟ نه شما کلاغ نیستی سوزن خانم بچه شما مادر کلاغی بس باشه باشه به این بس واسه بعد اصلا قصه نخوری ها مطمئن باش مجوزت هم میگیری آره مامان بچی فکر کردی به کوری چشم بعضیا میرم هم مجوزم هم میگیرم هم کنسرت میدم چی؟ به کوری چشم من؟ پسر یه شطور در خواب بازه نمیره به کمره به کوری چشم من؟ با شما نبود که بدبخت شدی بس دیاش هم بخری با بلیت کنسرتاش رو بری بدی به مردم دختر سق سیا نکنم قد ما رو دیگه چی میاد آهنگا اینو بخره زندگی مال دختر بود ببینین نباید بترسیم و جا بزنیم وا برای چی باید بترسیم حقوق عقا افتادم رو میخوان این تو بمیری دیگه از اون تو بمیری ها نیست این دفعه میزنم لش میکنم ببین فقط کافیه کم جدی باشین قیافاتونو جدی کنید صفر محکم بای من آها خوبه
میگم حالا اینقدر خشونت هم لازمه؟ قضیه داره بوی خون میگیره ها. دیگه این همه هم خشم لازم نیست. برگردید همون قیافه های قبلیتون. آره همون خوبه. من میگم تو کافی شاپ جای اعتصاب نیست. بهتره بریم توی راهرو. من دیگه دارم واقعا غیر قابل کنترل میشم. موافقم. میریم تا حقوقمون هم نگرفتیم از جامون تکون نمیخوریم. نفهمیدم چه خبر اینجا؟ اعتصاب کردیم برای گرفتن حقوقای عقب افتاده. باریکلا پس یه تکونی به خودتون دادیم. ببین باید این کارو چند ما پیش میکردیم. اگه تو هم میتونی تا آخر خط وایستی بمون. اینجا جای بزدلا نیست. معلومه که وای میستم. بذارید برم بقیرم خبر کنم بیان که تعدادمونو بیشتر به نظر برسه. امروز باید ما کارو یک سره کنیم. ببخشید سوال میکنم، عذر میخوام، الان این 200 دندون به چه مناسبتی بیرونه؟ نه ببینید من الان جهات دوران کودکی و طفولیت هم افتادم. دقیقا یادم روزای تعطیل بابا میومد میشستیم با هم لیلی لیلی حوزک بازی میکردیم، بعد میگفت بیا بابا قاقالیلی برات آوردم، قاقالیلی میخوردیم. من گفت بیا بریم بشینیم پای تلویزیون. میرفتیم بلفیو لیلی بیت میدیدیم. اون لیلی پوتی ها رو یادتونه شهرشونو؟ حالا خب که چی الان؟ ببینید من از همون دوران طفولیت تا به حال لیلی نقش اصلی زندگیم بوده. تعدادمون بیشتر شد، اینجوری که ما رو ببینه زودتر جا میزن. بچه هرکی میخواد جا بزنه همین الان بذاره بره ها. نه بابا کی میخواد جا بزنه؟ من فقط دیگه نمیتونم خشمم رو کنترل کنم ها. شما حواست به من باشه، یه وقت یکی رو نکشم ها. همین روحیه عالیه. وایسید من عفیه رسولاخت بکشم بیرون، الان برمیگردم. چیکار میخوای بکنی آقا مجدی؟ همچون اینه ها جانبه این میخوام برم توش یکمش که وقتی منه دید دستا باش بده زیر بخور زمین. یک سوالی ازتون بپرسم. از دوران طفولیت و تا به حال کسی جفپا رفته تو حلقتون یا نه؟ خاطرم نمیاد ولی بگمونم نشه اصلا. میشه یعنی شاید یه لنگ پا حالا بشه رفت تو حلق ولی جفت باز نمیره. سخته ولی نشدنی نیست. سروش خیلی سخت. عزیز من ده بار گفتم در نزده نه تو اتاق بیشین بینیم بابا جونم. الان فرصت این سوسول بازی ها نیستش که. قربان نمیدونیم همه جمع شدن تو راه رو. هر کاری هم کردم نتونستم متبرر جون کنم. قوم تاتاری که میشناسی اینا قوم تاتار داشت. یه دقیقه واسه چی شده؟ درست بگو ببینم چی شده. آقا موصفتا برایشان اعتصاب کردن میگن تا حقوق نگیریم کار نمیکن. آها خب الان وقتشه که یکی از روشهای مدیریتی برجسته رو نشونت بدم. چجوری؟ اینکه هیچ مدیری نباید اجازه بده زیر دستاش ناراضی باشن. میدونی چطوری؟ بله حقوقشونو به وقت بده یه ذره محبت بکنه دیگه همه راضیه. این که دیگه مدیریت نمیشه که. باید یه کاری بکنه تو همون شرایطی که هستن به همون شرایط راضی باشن. نمیشه که. میشه. نه حقوق نگیرن چه نمیشه. میشه. سخته. میدونم ولی نشدنی نیست. عین اون جفا تو حلقته. متوجه شدم. بفرمایید. بابا میخوام واقعا حالشو بگیرم. نه بابا تو همچون دارو نشنم. نه نکن. بچه‌ای بگیرم. خوبیا دیگه. خوش الان میاد حالون باش. به به چند خوب شد خودتون همه اومدین جمع شدین. میخواستم بیام سراغ تک تکتون. افتضاح کردیم با این کارتون تو شبکه. همه تون اخراج میکنم. چیزی شد آقای صبور؟ چی نش؟ اصلا شما صحبت نکن با اون مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته. خب اندازه مصرفت بخر. پول تمام اون مواد ازت کم میکنم. برو سر کارت. آقا ببخشید من با سیبیل این مرتیکم مشکل دارم. برای چی؟
سیبیل من دو بار رفتم تو کافی شاپ ایشون یه چیزی کوف بکنم تو فنجون سیبیل افتاده اندازه میلیگرد. درسته؟ بدم بزند این وسط مثل پاپ کورن بشکافی. اینجا جاش نیست. برو. اینجا جاش نیست. برو. بفرمایید. شما هم که اسم خودتو گذاشتی دوبلور. صدای کلم برودگی و پیازچه و سیر در میاری فکر میکنی دوبلور شدی. تمام صداعات رو اصلاح میکنی وگر اخراجت میکنم. تمام همه این خوش دفعه فکر کرده بودم چقدر با وجه اشتراک داریم و صداتون کم نشه قربان. چی میگه؟ میگه چقدر خوب ما وجه اشتراک داریم با هم. با شما؟ نه خیر شما رو گفتش که آقا زن و بچه داره خجالت بکش برو. برو آور سرکاره. بله آقای ژان کلوفتندام. بله آقای کلوفتندام کلن اخراجن. آب روی شبکه رو برده با دروی تقلبیش. ببخشید آقا قول میدم تلاشم بیشتر کنم. بادتو خالی کن صفحه سو. آقا ببخشید میشه یه فرجه دیگه بهش بدین؟ فقط به خاطر آقای یساری من یه فرصت دیگه بهت میدم ولی حقوقتو نمیدم. برو سر کارت. خیلی ممنونم قول میدم براتون جبران کنم. برو هیکلی بسازم. برو ببینم. برو آقا من جسارتن همه دیگه متوجه شدم چی جوری باید برخورد کنم. بقیه رو اجازه میدید من خواهش میکنم بفرمایید. از خانم شروع بکنم. بفرمایید. شما هست ما خودمون اشتباهاتمون رو میدونیم. ببینم شما اگه اجازه بدین بریم اصلاحشون کنیم. برو شما اگه برای حقوقم اصلا عجله نیست. برو بس ببینم و حرف نزن با اینکه نمیدونم کجای این شبکه داری کار میکنی نه. و چقدر حقوق میگیری. لال شو حرف نزن. چقدر حقوق میگیری؟ دو ماه علل حساب فعل مجلس از حقوقت کم میکنم. آه. قیافت داد میزنی یه غلطی کردی. آقا تو رو خدا بزن و چم رحم کنی. حرف نه. نزن. یه لحظه حرف. من با شما چیه؟ ببخشید چیه؟ بداشت میگیم اصلا تو این شبکه کار نمیکنم. برای چی اومدی پس اینجا؟ آم میگه من قاطی اینا جمع شده بودم شلوغ شه فضا. خجالت نمیکشی؟ کارت چیه تو؟ داداش میگه من نامه آورده بودم اصلا. من دو ماه از حقوق این کم میکنم آقا. نه اجازه بدی. تو رو خدا. مگه تو حقوق بهش میدی کم کنی؟ نه اداره پست میده. خب به تو چه ربطی داره؟ من تلاشم میکنم. تلاش چی میکنی؟ ردش کن بره. برو. برو بفرمایید. یعنی دو ماه حقوقو کم نمیدید؟ بفرمایید. برو بفرمایید. ما رو ببینیم بس این کیا سینه سفر کردیم. برو برو. ولی آقا جذبه رو دیدین؟ اصلا خانم‌ها وقتی نگاه کردن به من نیاز نبود دیگه من حرفی بزنم. در جا به اشتباهات خودشون اعتراف کردن و سریع رفتن سر کار خودشون که خودشون رو تصحیح بکنن. الان اینجا جای لیلی خانم خالی بود که ببینه مرد آینده زندگیش به چه صورت میتونه وایس جلوی مشکلات و کمک حال پدرش باشه. من دارم خدمت شما عرض میکنم. الو سروش. سلام. سلام چه خبر؟ یکی دیگه امروز رفتم سیدیمو ضبط کردم. به 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 مبارک. استقبالم شد؟ نه بابا حالا فردا برم دوباره مجوزم ببینم چی میشه دیگه. آقا جون تو خنگی؟ اینجا مهد موسیقی جهانه. تو اونجا هرچی هم خوب باشی به چشم نمیای. اونجا یا باید صدات درجه یک باشه یا مجوز داشته باشی که شکر خدا هیچ کدومش هم تو نداری. آره همینو بگو. خب الان میگی چی کار کنم؟ عزیز من یه پرنده خوش صدا مثل تو باید کوچ کنه. زروش من فهم کنم حق با توه. من اینجا دارم تلف میشم. دنیای موسیقی با تمام وجود داره منو فریاد میزنه. اون وقت من اینجام. شاید دیدی که از همین روزا پریدم اومدم پیش تو. خسته شدم. رسیدیم خودنشین همه رد شدیم. خوشی بابا
تو گفتی فقط 200 قدم حالا ما 2 ساعتی داریم این گوسفند میای. کسی جا نمونده؟ 1, 2, 3, 4, 5 پس یکی تون کو؟ خب 6 داریم دیگه. 1, 2, 3, 4, 5, 6 چرا منو میشموری؟ یکی تون کجاست؟ گرگ! 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 دیگه جستم و دستم و بستم و خستم بدی شدم خسته یک جا نشستم خستم و جستم و بستم او پلیس پلیس Thank you.